این چهره کاظم صدیقی است، مشهور است به شیخ گریان، اما امام جمعه موقت تهران و دبیر ستاد امر به معروف است. سخنان عجیب و غریب او همیشه نقل محافل مجازی بوده. وقتی من قصد می دادم که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه، گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد. عجب. بله، یه نگاه مهربان رو نکرد اونطور چشمشون باز از اولیاء مسلم خدا بود. اخیراً یاشار سلطانی خبری را در فضای مجازی درز داد که می گفت زمینی 1000 میلیاردی در ازگل تهران مفت و مجانی نصیب صدیقی و پسرانش شده. ماجرا از این قرار است که در سال 82 صدیقی حوزه علمیه‌ای با نام مدرسه علمیه امام خمینی تأسیس می کند. این حوزه علمیه با گرفتن زمین‌های از اوقاف و شهرداری به یک ملک حدوداً 23 هزار متری تبدیل می‌شود که شامل برج باغ، 25 واحد، مسجد، استخر و ساختمان است. پیش از آن آنجا یک باغ بزرگ گیلاس بود که اکنون تبدیل به محل مدیریت صدیقی شد. این حوزه همچنین باغی به مساحت 4200 متر داشته که با توجه به قیمت ملک در این ناحیه چیزی حدود حداقل 1000 میلیارد تومان است. آبان امسال شرکتی به نام پیروان اندیشه های قائم ثبت می شود و یک ماه بعد از آن اسناد مالکیت این باغ ارزشمند به نام این شرکت می شود. مالکان این شرکت چه کسانی هستند؟ آقازاده های کاظم صدیقی، البته عروس او هم بازرس شرکت است. کاظم صدیقی اکنون در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن تایید ماجرا گفت که فردی که قبلاً مورد اعتماد او بوده امضای او را جعل کرده و زمین را به نام او و پسرانش زده. میگم دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه، واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر